شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 8 نوامبر 2023 میلادی برابر است با 17 آبان ماه سال 1402 خورشیدی. در آغاز دومین ماه از جنگ حماس و اسرائیل، ارتش اسرائیل امروز چهارشنبه 17 آبان ماه از کشته شدن دو نظامی دیگر خود خبر داد. به ترتیب شمار سربازان کشته شده اسرائیل از آغاز ورود زمینی به غزه در 12 روز گذشته به 32 تن رسیده است. در روز حمله حماس در 15 مهر ماه هم 318 نظامی کشته شدند که بیشترین شمار تلفات نظامی در تاریخ اسرائیل در یک دوره کوتاه است. ارتش اسرائیل امروز چهارشنبه اعلام کرد که نظامیانش در عمق باریکه غزه به عملیات ادامه می دهند. خرابکاران را از بین برده و هواپیماهای جنگی را برای حمله به زیربناهای تروریستی هدایت می کنند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل سه‌شنبه شب گفت کشورش اطلاع دارد که یحیی سنبار رهبر حماس در غزه که در تونل‌های زیرزمینی پنهان شده ارتباط خود را به دلیل نگرانی از احتمال دسترسی اسرائیل به او با فرماندهان حماس قطع کرده است. آقای گالانت هم با تاکید کرده که اسرائیل او را خواهد یافت. ناظران سازمان ملل می‌گویند که سرعت فرار غیر نظامیان فلسطینی از منطقه جنگی در شمال غزه در روزهای گذشته افزایش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل میگوید که حدود 15000 تن روز سه‌شنبه گریختند، در حالی که این رقم در روز دوشنبه 5000 تن و روز یکشنبه 2000 تن بود. غیر نظامیان می توانند در یک پنجره 4 ساعته که روزانه توسط ارتش اسرائیل تعیین می شود عبور امن از شهر غزه و اطراف آن به سمت جنوب داشته باشند. این آژانس سازمان ملل میگوید که بیشتر کسانی که فرار میکنند کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت هستند. از سوی دیگر راندرمر وزیر امور راهبردی اسرائیل سه‌شنبه شب به شبکه اسکای نیوز بریتانیا گفت در پایان جنگ و در آینده سیاسی غزه فلسطینیان بر این باریکه حکمرانی خواهند کرد. آقای درمر اما افزود باید محدودیت هایی در اختیارات کشور آینده فلسطین وجود داشته باشد و هرچند آنها باید از تمامی اختیارات برای اداره امور خود برخوردار باشند، اما این شامل آن بخش از اختیاراتی نیست که ممکن است دوباره تهدیدی برای اسرائیل باشد. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل هم که امروز چهارشنبه در جمع قانونگذاران پارلمان اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک سخنرانی می‌کرد، به حملات حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و حوثی‌ها به کشورش اشاره کرد و گفت یک چیز وجود دارد که آنها را به هم متصل می‌کند. ایران که تأمین کننده مالی شماره یک تروریسم در جهان است و تلاش می‌کند که عادی سازی و روند صلح را متوقف کند. شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران در یک مصاحبه تازه با پیرس مورگان مجری بریتانیایی که روز سه‌شنبه 16 آبان ماه از شبکه تلویزیونی تاک تیوی پخش شد به این پرسش پاسخ داد که اگر حکومت جمهوری اسلامی ساقط شود و در یک روند دموکراتیک مردم ایران او را انتخاب کنند، آیا به ایران بازگشته و رهبری کشور را به دست خواهد گرفت یا خیر؟ او گفت من تا جایی که بتوانم بدون هیچ جاه طلبی شخصی به هموطنانم کمک خواهم کرد. موضوع برای من چیزی فراتر از کمک به ایجاد نهادهایی فراتر از دولت قانون اساسی نخواهد بود، زیرا جامعه مدنی نگهبان نهایی جامعه است. آخرین ولیعهد ایران با اشاره به لزوم وجود جامعه مدنی قوی تاکید کرد که ما می‌خواهیم این نهاد را تقویت کنیم تا نظام دموکراسی در ایران ماندگار شود. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه در جواب به پرسش مشابه دیگری توضیح داد فرمول من برای تغییر در ایران البته مبتنی بر حاکمیت مردمی است و پروسه من برای تغییر ایران این است که اطمینان حاصل کنیم که بعد از فروپاشی رژیم یک دوره گذار دموکراتیک خواهیم داشت و می توانیم مجلس مؤسسانی داشته باشیم که به مردم فرصت برگزاری همه پرسی را بدهد. او در ادامه ابراز امیدواری کرد که در جریان چنین رفراندومی مردم در ایران نظامی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر انتخاب کنند که جدایی دین از سیاست را در خود داشته باشد.
برادر روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در 40 حدیث نجفی، گفته است که در این پرونده دو آدم بی خانواده را به جای اصل کاری که دکتر بود اعدام کردند. حسین عجمیان گفته است که خانواده‌اش فقط می‌خواهند که حمید قره‌حسنلو و همسرش فرزانه قره‌حسنلو به دار آویخته شوند. حسین عجمیان روز چهارشنبه در گفتگو با اعتماد صحبت‌های پدرش را درباره نفوذ و دخالت علی اکبر ولایتی در پرونده کرج تکرار کرد و مدعی شد که چون حمید قره‌حسنلو پولدار و دکتر بود با او برخورد نکردند. میرزا ولی عجمیان، پدر روح الله عجمیان، 12 آبان ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که عدالت در حق فرزند او اجرا نشده است. به ولایتی مشاور علی خامنه ای را به اعمال نفوذ در پرونده برای جلوگیری از اعدام تعداد بیشتری از افراد متهم کرد. حسین عجمیان در ادعای مشابه گفت که ما نمیخواهیم رفتار غیر قانونی صورت بگیرد، فقط میخواهیم که این فرد و همسرش مطابق قانون اعدام شوند. فعالان ترک آذربایجانی از ترخیص رویا زاکری، مشهور به دختر تبریز، از بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز خبر دادند و گفتند که از محل انتقال وی به نهاد منتقل کننده اطلاعی در دست نیست. رویا زاکری 31 ساله و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر است. به روز 23 مهر ماه سال 1402 در شهر تبریز، در حالی که حجاب اجباری نداشت، از سوی ماموران موسوم به امر آمر به معروف مورد حمله قرار گرفت. ویدیویی از او منتشر و هزاران بار در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد که در آن این زن جوان خسته و درمانده از وضعیتی که در آن قرار گرفته علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهد. نرگس محمدی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل که در زندان به سر می‌برد، به عنوان برنده جایزه یادبود عدالت اجتماعی به نام مادر تریسا در سال 2023 با موضوع انسانیت در عمل انتخاب شد. بنیاد مادر تریسا در اطلاعیه خود در این باره از فداکاری تزلزل ناپذیر او در دفاع از حقوق بشر و آزادی، به ویژه در نبرد او علیه ستم بر زنان در ایران، تمجید کرده است. در ادامه این اطلاعیه، تلاش های نرگس محمدی در زمینه عدالت اجتماعی به عنوان یک الگو توصیف شده و خطاب به او آمده که کوشش های شما به واقع برای همه دنیا عمیقا الهام بخش است. مراسم اهدای جوایز بنیاد مادر تریسا قرار است که روز 26 نوامبر در بمبئی هند برگزار شود. در سوی دیگر، در پی ابراز نگرانی‌های بین‌المللی درباره سلامتی نرگس محمدی، همسر این فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه 17 آبان ماه گفت که او بدون حجاب اجباری برای انجام معاینات پزشکی از زندان ابین به بیمارستان اعزام شده است. فرانک گناشمن در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001.
پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. لوی آرنو، شهروند فرانسوی که اوایل پاییز سال گذشته در ایران بازداشت شد، بعد از برگزاری چند جلسه دادگاه بدون حضور وکلایش به 5 سال زندان محکوم شد. مادر آقای آرنو امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفت اتهامات وارده به او از جمله تبلیغ علیه نظام و تضعیف امنیت حکومت ایران کاملا بی اساس است. مقامات قضایی و رسانه‌ها در ایران هنوز اطلاعاتی درباره صدور حکم برای این شهروند فرانسوی منتشر نکردند، اما وزارت خارجه فرانسه کمی بعد از انتشار بیانیه مادر آقای آرنو حکم صادر شده برای او را به شدت محکوم کرد. در بیانیه این وزارتخانه با تاکید بر اینکه زندانی شدن این شهروند فرانسوی غیر قابل قبول است، آمده ما خواستار آزادی فوری او و همچنین تمام فرانسوی هایی هستیم که خودسرانه در ایران بازداشت شدند. علاوه بر لوی آرنو، اکنون 3 فرانسوی دیگر هم در ایران در بازداشت به سر میبرند و از سوی دولت فرانسه به عنوان گروگان های دولتی شناخته میشوند. میترا آسوده، متخصص جراحی عمومی در مریوان و تحصیل کرده ی دانشگاه بهشتی تهران که گفته می شود تنها زن جراح در استان کردستان بوده، دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد. وی در تاریخ سه‌شنبه 16 آبان ماه درگذشت. هنوز منابع رسمی علت مرگ و درگذشت دکتر آسوده را اعلام نکردند و خودکشی این پزشک خانم در مریوان هم تایید یا تکذیب نشده است. گفتن است که در هفته اول فروردین ماه امسال همراهان یک بیمار بدحال بعد از درگذشت وی در بخش مراقبت‌های ویژه به این پزشک خانم هجوم آورده و میترا آسوده را مورد ضرب و شتم و اهانت قرار دادند. ادعا شده که میترا آسوده بعد از محکومیت در دادگاهی در سنندج که با شکایت بستگان یک بیمار فوت شده علیه او تشکیل شده بود، به زندگی خود پایان داد. خبرگزاری هرانا روز چهارشنبه 17 آبان ماه از اعدام گروهی 9 زندانی در زندان قزل‌حصار کرج خبر داد.
همزمان سازمان حقوق بشری هنگاه در گزارشی نوشت اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان کرمانشاه به اجرا درآمده است. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داد که از میان زندانیان اعدام شده در زندان قزل‌حصار 5 زندانی به اتهام قتل، 3 زندانی با اتهام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر و 1 زندانی به اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه از سوی مرجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند. از میان افراد به دار آویخته شده تا کنون هویت بهمن فتح‌الله زاده و رسول تیموری مشخص شده که با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان بودند. سه‌شنبه شب 16 آبان ماه ماموران امنیتی با حضور در منزل 20 بهائی در همدان اقدام به تفتیش منزل آنها کرده و دست کم 8 تن را بازداشت کردند. به گفته یه شاهدان عینی تفتیش منازل از سوی نیروهای امنیتی مسلح و با خشونت انجام شده است. گفته می شود که کلیه لوازم شخصی الکترونیکی، کتب و عکس‌های مذهبی و در برخی موارد وجوه نقد متعلق به این شهروندان هم ضبط شده است. همچنین این منابع گفتند که دست کم 9 شهروند بهایی نیز سه‌شنبه شب در محشر کرج توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. از دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد هنوز اطلاعی در دست نیست. اکسیوس روز سه‌شنبه به نقل از 2 مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تماسی روز دوشنبه به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که توقف 3 روزه درگیری ها می تواند به آزادی برخی از گروگان ها کمک کند. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که بر اساس پیشنهادی که بین ایالات متحده، اسرائیل و قطر در حال بررسی است، حماس در این وقفه 3 روزه علاوه بر آزاد کردن 10 تا 15 گروگان، هویت همه گروگان ها را روشن کرده و فهرستی از اسامی آنها را ارائه خواهد کرد. کاخ سفید هم روز دوشنبه در بیانیه گفت که بایدن و نتانیاهو درباره امکان توقف‌های تاکتیکی برای فراهم کردن فرصت‌های جهت خروج ایمن غیر نظامیان از مناطق جنگی و اطمینان از رسیدن کمک به غیر نظامیان نیازمند و امکان آزادی گروگان‌های احتمالی گفتگو کردند. بایدن در این تماس ضمن تاکید بر حمایت ثابت خود از اسرائیل در مبارزه با حماس بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی و کاهش آسیب غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی تاکید کرد. بینندگان عزیزم بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز.
تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. کاخ سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به کنگره خاطر نشان کرده که وضعیت اضطراری ملی درباره ایران که ابتدا در سال 1979 با فرمان اجرایی رئیس جمهوری وقت آمریکا اعلام شده بود برای یک سال دیگر باید تمدید شود و این وضعیت باید بعد از 14 نوامبر 2023 نیز ادامه یابد. بر پایه این گزارش تصمیم رئیس جمهوری آمریکا بر این اساس است که روابط با جمهوری اسلامی ایران هنوز عادی نشده و جای توافقات مورخ 19 ژانویه 1981 با جمهوری اسلامی همچنان در حال انجام است. همزمان رئیس جمهوری آمریکا خطاب به کنگره نوشت که حفظ مفاد این اعلامیه اضطراری ملی را ضروری می‌داند و بر نگرانی‌های جاری در روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تاکید می‌کند. وزرای خارجه گروه 7 امروز چهارشنبه حمایت خود را از توقف‌های بشردوستانه در غزه برای حمایت از ارسال کمک، جابجایی غیر نظامیان و آزادی گروگان‌ها اعلام کردند، اما درخواستی برای آتش بس مطرح نکردند. در بیانیه مشترکی که بعد از نشست توکیو منتشر شد، وزرای گروه 7 حمایت خود را از اسرائیل برای دفاع از خود مطابق با قوانین بین‌المللی اعلام کردند. در این بیانیه همچنین ضمن محکوم کردن حماس، خواهان آزادی فوری همه گروگان‌ها شدند. گروه 7 همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست که از حمایت از حماس خودداری کند. 7 کشور عضو در این بیانیه همچنین خواستار اقدام برای کاهش بحران انسانی در غزه شدند، جایی که بر اساس آمار مقامات بهداشت فلسطینی در رام الله که از منابعی در حماس به دست آمده، بیش از 10,000 تن از زمان آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. دانشمندان سیاه‌چاله‌ای را کشف کردند که تنها 470 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ بیگ بنگ شکل گرفته است. این قدیمی‌ترین سیاه‌چاله‌ای است که تا به امروز کشف شده است. نتایج این پژوهش که روز دوشنبه در مجله تخصصی نیچر استرونومی منتشر شد، می‌تواند تأییدی بر نظریه وجود سیاه‌چاله‌های کلان‌جرم در سپیده‌دم کیهان باشد. چیزی که در این پژوهش دانشمندان را شگفت‌زده کرد این بود که این سیاه‌چاله عظیم تقریباً 10 برابر بزرگتر از سیاه‌چاله مرکزی کهکشان راه شیر است. دانشمندان سن این سیاه‌چاله را حدود 13.2 میلیارد سال نوری تخمین زدند. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.